اگر بیرون نمی آمد قالی، مباشر دست خالی برمیگشت الان. خانم جریتر می شد. اگر دیروز بهادر با تیر سرخو رو زده بود، چه وضعی داشتیم الان؟ سیلاب خون. دشمن مثل نشونه‌ای که زدی همیشه در دیدرس هست، ولی شاید زمان شلیک هیچ وقت دست نده تا آخر عمر. یادت باشه تفنگ اینجا پادشاهی میکنه، اما گره گشایی نه. خیلی خوش آمدید. دهنتون شیرین کنیم. بفرمید دهنتون شیرین کنیم. کامتون شیرین کنیم. امروز روز میمون و مبارکیه. بفرمایید. بفرمایید. سلام آقا بهادر. بفرمایید دهنتون شیرین کنید. چه روز میمون و مبارکی اومدی شیراز. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوش آمدی آقا بهادر. خیلی خوش آمدی. خیلی خوش آمدی. بالاخره والی شیراز عوض شد. تو جار با اومدن شاه و سلطنه پسر مظفرالدین شاه جشن گرفتن. پس تلگراف ها جواب داد. بله، قرار اولین اقدامشون هم اینه که مسئله گمرکات جنوبو حل و فصلش کنن. چه خوب. خوش به حال شما شهری ها. ربطی به شهری و ایلیاتی نداره آقا بهادر. مردم شجاع لارستان ایستادن در مقابل خوانین ظلم. مرام ما خان کشی نیست آقا، باید قدرتی باشه بالا دست خان که گوش شنوا داشته باشه. مردم خودشون باید مطلع باشن یا رهبری داشته باشن مطلع و باسواد. خب سیفور آوردن که سواد یاد بگیره. مرحبا بر تو. خیالم که از سیفور راحت بشه هم غمم میشه جهان پسند. بعد از جهان پسند تمام هم غمت میشه حکومت، قانون، مجلس، عدالت خانه. ما کوهی هستیم آوازی ها، از این حرف ها سر در میمیر. چه بخوای چه نخواهی تو با مای سیفورم جاش امنه. سر سامونی به اوزا بدم برمیر. قدم رو چشم. به سلامت. بفرمایید. بهتر امشب ندونه، صبح که شد خودم میگم بهش. سلام بابا. سلام. خسته نباشی. سلامت باشی سیفور. مسقطی لارم خریدی بابا؟ آره بابا گرفت. بفرما چایی. خستگی در کن بهادر. پندری خورشید بود کنار چادر گل نزار. درست بود هرچه دیدی. خورشید امروز آزاد شد. بیچش نداشت؟ تقصیری نداشت.
قالی؟ قالی کجاست؟ برمیگرده. مگه بردن؟ کی برده؟ بعدن صحبت میکنیم. گفتم کی برده؟ خان، مباشر با تفنگچی آمدن و بردن. کی خبر داده به خان؟ اسبم. اون زمان بسته خسته است، بذار فردا صبح برو. اسبمو بیار. این شطور سرخو برده پشت بون، خودش هم باید بیاره پایین. لااقل با بزرگتر رو مشورت کن، با آسد محمد. این شب کاری نمی کنم، فقط تذکر میدم به کت خدا. کت خدا سرخو. چیکار میخوای بکنی بابا؟ هیچی. سیفور، به پر و اسب رو دنبالش. جهان تفنگ بابا تو بیار. همیشه چشم درختی سرحد ما بوده با طایفه پازند. دیگه نیست. از این به بعد دیگه نیست. اسبت برو. ماشالله. گاو زایا. همه ی آب چشمرم ما برمیداریم. عمرت دراز. زنده باشی. کت خدا سرخو. بهادر اومده. رسیده دم بوم. سرخو، کی خبر داده به خان که قالی بی به باف داره بهادر؟ ها؟ علیک السلام. دعوت نشده میای به چادر کت خدا، ولی اشکالی نداره. کت خدا بزرگواره، گوش میده به حرفت اگه حرفت حساب باشه. بلم کن نشکن. به به سیفور، مردی شده برای خودش. فقط حیف که باباش ادب بهش یاد نداده. خوب گوش کن، جلوی ریس سفیدای دارون میگم که حجت تمام باشه. خودت باید بری اون قاری رو پس بگیری و به من تحویل بدی. گرفتی؟ معاشرت از دست دادی تو؟ مشاعر. همون. اصلا میفهمی چی میگی؟ کی جرأت میکنه چیزیو که خان صاحب شده ازش پس بگیره؟ خان صاحب اختیار همه چیز ماست، دست رو هر چیزی که بذاره باید تقدیمش کنیم بی چون و چرا. حساب کت خدا جداست از بقیه، حافظ و حامی رعیت کت خدا، مثل پرچین یا خاربست باغ. بختی ایلات اینه که کت خداهاش بی سوادن و کار بلد نیستن. اوه بهادر، دیگه خیلی داری تون میری. فکر کردی میدون خالیه که همینجور تاخت میری؟ پیادشو با هم بریم. اصلا در حدی نیستی که بخوای کت خدایی یاد بدی به سرخو. حقم میخوام، مال خودم. اگه لیاقت داری بگیر، نداری رخت کت خدایی بکن اونی که لایقت هم کنه. کار نشد میخوای از سرخو که میدون خالی کنه؟ کور خوندی بهادر. این جماعت شاهد، من سرخو لباس کت خدایی میکنم و رخت زنونه میپوشم. خودم از خان تقاضا میکنم که حکم کت خدایی بزنه به نام بهادر، فقط به یه شرط، به شرطی که این لافزن
پای خودش بره قالی بگیره از خان. میگیرم. صبر کن. اما یه شرطو شنیدی، اگرش هم بشنو. اگر لیاقت این کار نداشت، بی گپ و گفت، بدون شرط و شروط، بی شیربها جهان پسند میفرسته به حجله من. حجله کی؟ سرخو. اگه خان پس فرستاد چی؟ خان پس خودش پس بازم پای شرطم هستم. طایفم قسم قبول این شرط بده من. به اجاق طایفم قسم. سرخو پس فطرت خیلی خوشحال بود. شنیدم به ریش سفیدا میگفت کارش شمومه. بابا کارت میزدی خونش شر نمیومد. توی راه هم با من یه کلمه حرف نزد. از اون موقعی که ساکت میشینه زل میزنه به یه جا. کاریست که شده. بهادر. صبر کن بهادر. این چه شرطی بود بستی تو؟ بودم میرم قالی رو پس میگیرم. هم آبرو تو میوازی هم دخترت. میش برای کارت ساخته شده، مرد برای گلوله. میترسم آرزوی مرگ کنی ولی نیاد سراغت. اون قالی به چه درد خان میخوره وقتی اسم خورشید و جهان پسند روش؟ حرفا میزنی بهادر، تو قسم خوردی. اشتا بچه از ما مردن. کاش سرخو هم مرده بود. کاش میمرد سرخو. انتظار داری پس بیارن قالی؟ صبر میکنم تا زود. صحبت خوش بهادر. از سرخو پیغام دارم برات. بگو.
فردا قراره سرخو بره شیراز و برگرده. پرسیدن جان پسند خانم تحفه چی میخوان؟ هر چی بخوام تهیه میشه فورا. یه دست لباس زنانه برای خودش. شنیدی؟ آها برو. کی به تو اجازه داد بیایی اینجا؟ آمدم پیغالی. نقل دادی بیاری؟ بهادر، بهادر، چی بگم به تو؟ چطور بگم؟ بعید از تو این خام عقلی. سرت انداختی با این بی اجازه اومدی وسط مهمان سرای خان دنبال قالی؟ آی! خاک بر سرتون با این مراقبتتون. این بهادر اینجا چه میکنه؟ تو چطور اومدی این تو؟ صداتون اشتفم خفه شو. میامدم مجلس بریزم به هم. قول بده قالی میاری میرم. اگر دست خودم بود قول میدادم. تو یکی امروز دندون بذار رو جگر، بعد با هم کنار میای. تو که خلق و خوی خان بهتر از من میشناسی. دنبال درد سر نباش. هر کاری داشته باشی بعدا در خدمتم، ولی نه امروز. امروز این دور مرا پیدا نشه. بالا خیرتن باش. بهادر بی سر و صدا با زبون خوش از خره ببریم بیرون. خیر پیش. آی خدا، همین امروز کم داشتم. از در رفت، از پنجره نیاد تو. چه بویی را انداختی مهد بدی؟ سلام قدی، باستا یه سیخه این کبابا بخور. بیا. سه در نکنم.
قهوه بخوری؟ بیا ببینم. معلوم هست چه میکنید آقایان؟ چرا هر سه حلقه برسه به فتح‌الله خان؟ لااقل یه دهن چاه بدید به منطقه ما. این سه حلقه اکتشافیه، ممکنه به نفت برسه، ممکنم هست نرسه. گیرم نرسه تو منطقه ما. تمام مخارج و تاوانش خودم میدم، ولی اگه تو منطقه تو نرسید، مخارجش به گردن تو نیست. آقایون توجه بفرمایین، این حلقای اکتشافی مهندسی شده، در این سه نقطه احتمال به نفت رسیدن زیاده. دوستان انگلیسی ما بیکار نیستن که هر جایی چا بکنن. حجت تمام شد، 70% سهم من. چرا 70؟ همه امضا کردید شوکت خان، قرارداد همینه. 70% استخراج، 30% امنیت حمل و نقل. برای اون 30% هم حرف دارم من، البته اگه بشنوید. چقدر بخیل و خسیسی تو. این سهم قلیل هم قائل نیستی برای ما. تازه این 30% هم تقسیم میشه میونه چند تا خان. ندید گرفتم شوکت خان، این بی حرمتی رو ندید گرفتم. من حرف دارم آقایان، به نفع شما. لااقل بشنو. هرچه حرف بیشتر، سهم ما کمتر. پس کوتاه میگم که سهم حضرت عالی کم نشه. 100%شو بدید به خودم. یه دفعه ادعای پادشاهی کن. چه خبره؟ مجبورم کردی که حرف بزنم. زیادم بزنم. پس لااقل گوش بده. تفنگچی زیاد دارم من، بیشتر از همه شما. قبول کنید که وقتی همه از یک نفر فرمان ببرن، اختلاف و کشمکش کمتر پیش میاد. برای هر پیش آمدی هم فقط یک نفر مسئول و جواب بوده. امنیت حمل و نقل با من، سهم هر خانی هم با من، سهم بیشتری هم میدم. همینجا هم جلوی همه قول میدم و امضا میکنم. اینطوری مخارج هر ایرخانی پایین میاد، در عوض دخل و درآمدش بالا میره. نطق شاهانه؟ بله قبله عالم. بفرمایید کافه گدایی دست بگیریم، همه قوانین بشن رعیت آقا. روی کاغذ هر قولی میشه داد، ولی برای مردان کوه و کمر به عمل کار براید. فتح‌الله خان، شما از عهده امنیت درشکه جناب شاهباز بر نیومدی، حالا چطور میخوای امنیت این همه چاه و انگلیسی ها رو تأمین کنی؟ این جناب یاور اکرم حی و حاضر، شما مسئول تأمین امنیت این منطقه اید. غارتی ها از کدوم طایفه بودن ها؟ بفرمایید، بفرمایید که با چه خفتی عوامل حمله به جناب شاهباز رو دستگیر کردید. بفرمایید. یاور اکرم جانم، شما بگید من با کسانی که به جان حضرت شاهباز تیراندازی کردن چه معامله ای کردم؟ بگو. من به همه شما ارادت دارم، ولی نمیشه حقیقت رو نگفت. فتح‌الله خان زهر چشمی از غارتی ها گرفت که تا سالها هیچ کس جرأت نمی کنه به غریب و مهمان طمع کنه. یاور اکرم، شما نماینده دولت فقیمه هستین یا جیرخار فتح‌الله خان؟ اگه قرار دست به جیب شدنه، ما هم آماده ایم و حق حسابتونم میرسه. اجازه بده، اجازه بدید،
من از دیرباز ارادتمند شوکت خان بودم. الانم آقایون توجه کنید، یادآوری اون واقعه ملول میکنه خاطر من. اگر آقایون با من هم رأی باشن طرح جدید پیشنهاد ندیم. بحث و جدل پیش میاد به درازا میکشه. طبق قرار سهم استخراج میرسه به فتح‌الله خان، سهم امنیت تقسیم میشه. امروز شوکت خان قدر و سهم هر خان رو پیشنهاد میده، جلسه بعدی بحث میکنیم به توافق میرسیم. دوستان، هر سخن جایی دارد، هر نکته مکان. میدونید من که عاشق زبان فارسیم، از کباب بره امروز حظ وافر بردم، از لم دادن بعد از نهار و شربت ایرانی نمیگذرم. یکی از شاعران بزرگ شما میگوید ای آن که شربت جفای تو هم تلخ میباشد هم لذیذ میباشد، خصمانه سفارشات تو. ای شربت جفای تو هم تلخ و هم لذیذ، خصمان حرف‌های تو هم آفرین تلخ و هم لذیذ. البته ما انگلیسی‌ها فقط لذیذش رو دوست داریم. سلام جناب مباشر. سلام. این مزد ما رو زیاد نمی کنید؟ چند وقت اینجا کار میکنید؟ از وقتی که چلاق شدم. یه روز یه موشی تو صحرا میخواست بره تو لونهش، دید یه سوراخ دیگه هم کنار لونهش هست، بکرد اول بره تو کدوم. میفهمی چی میگم؟ ها نه نمیفهمم، ولی اقل میدونم که میخوایم مزدم زیاد نکنید. بس برو پی کارت. بفرمایید. هر کسی پا روی این قالی بذاره و شاعر نشه انسان نیست. کنون که از بوستان میدمد نسیم از بهشت، نه کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت، من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت. من و شراب فرح بخش و یار حور سرشت. وقتی تو دل رعیت جا داشته باشی اونم قلبشو پیشکش میکنه. چه عالی. این روزها برعکس کار، حکومت ها قلب مردمو به زور از سینه ها میکشن بیرون تا صاحبش بشن.
دکتر چه میکنه؟ برکن یا برکن دستم چه میکنی بهادر؟ برید شما برید گمشید برید چه خبره اینجا؟ ببخشید خان خودم میگم بهادر سرخو افتادن به کرکری خوندن و لاف زدن خب به ما چه؟ خروس بیمحل اگه کاری داری بعد گم شو گورو تا گم کن به سرخو هم بگو بیاد اینجا همون بیرون باشن بعد رسیدگی میکنم بعد گفتم ول کن سر چی کل کل کردن این دو قالی که اگر بهادر قالی از شما بگیر و برگردونه سرخو باید وقت زمانه تن کنه اگر نه بهادر باید دخترش جهان پسند و بی شرط و شروط بفرست به هجره سرخو خان این قالی سربرون کردن به نام عروس و داماد ظاهرا مهمان جدید رسیده معرفی نمی فرمایید؟ این بهادر رعیت ماست عادتا بی دعوت میاد و میره این قالی هم همین بهادر تحفه داده به من چه جالب دعوت نمی فرمایید تشریف بیارن داخل بیا بیا بفرمایید بفرمایید ببخشید که باعث دردسر شدم آقایان عذرخواه مهمان های بزرگوار هستم خدمت خان عرض کنم که این قالی پیشکش نیست اگر اسم نخورده بود به نام عروس و داماد قابلی نداشت حتما پیشکش میکردن مباشر آمد به چادر ما بدون اجازه این قالی جمع کرد و برد قرار بود وقتی که خاندید پس بیارم چه گستاخ ایلخان به این میگن ما کجا نشستیم پس این قالی تحفه نیست داره بیرون میکنه ما رو زبان سرخ سر سبز میدهد برباد اگه مهمونای بزرگوار میل دارن استراحت کنن بیشتر زحمت نمیدم بعدن خدمت میرسم طب این بهادر عوض نمیشه میبینید نه جا میشناسه نه مکان مزا جلوی مهمونهای شریف بی‌حرمتی خان مزا نکردم اینجا نه درشکه امان داره نه مهمان احترام داره نه قالی اعتبار داره ولی ایلخان ما تا بخواین ادعا داره از همه رنگ سهم 100% هم میخوان هرچه حرف داشتی زدی شوکت خان ممنون هرچی هم رو دلت سنگینی میکرد ریختی بیرون و سبک شدی حالا از تو و بقیه مهمانهای شریف میپرسم اگر رعیت شما با آبروی 150 سالتون این طوری بازی کنه باهاش چه میکنه؟ هیچ من قالی از زیر پای رعیت نمیکشم بیرون رعیت من اونقدر سیر و پر هست که طمع نکنه به درشکه مردم مهمان من بشید تا ببینید مهمان چه احترامی داره پیش رعایای من به این قالی نگاه کردن کراهت داره تو هم دور برداشتی شوکت خان کم کن منم
تا چوب و فلک نباشه رعیت رعیت نمیشه. بله، مثل گوسفند آسی باید چوب بخوره تا عقلش بیاد سر جاش. چوب زیادی نرم و لطیفه، اگه نکشی اینجا هم میشه لارستان. یکی رو بکش تا هزار تو عبرت بگیرن. نسل رعیت فرمی افته اینطوری. بپیچش لای پوست تازه گاف، وقتی پوست جلوی آفتاب خوش شد فشار میاره و مغز این موجود بیکله جا میفته. این که بدتر از کشتنه. مشکلی نمیمونه اگه همه رو بسپرن دست من. ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. تشویق و تنبیه هر دو لازمه. این مرد کار بزرگی کرد، هم شجاع و راستگو، هم گستاخ و پرده در. آقایان، ممکنه من شایسته غضب شما باشم و شما به جای تنبیه یک فیل به من پاداش بدین؟ فیل؟ تشویق یا تنبیه؟ فازان به گوش باشید و به هوش. کار بزرگ پاداش بزرگ. باید ببینیم این پاداش بزرگ تا کجا بزرگ. قرار دامنگیر بهادر و عهد و عیالش بشه یا طایفه پازن هم سهم داره؟